و تشکر از شما بابت اینکه این فرصت رو به من دادین که در کنار دوستان ایران سیرکل باشم و در باب این کتاب اخیر یک مقدار با شما صحبت بکنم ارز کنم که قصد من این است که در ابتدا یک سری از دلایل نوشتن این کتاب و یافته ها رو باتون مطرح بکنم و بعد بپردازیم به اینکه به اصطلاح یه سری باب توسل به یک سری اسلاید و اینها میخوام این حرفایی رو که خواهم زد رو بتونین به شکل بهتری ببینیم اجازه بدین اول با این شروع بکنیم که خب چرا لازم بود که یک کتابی به این مفصلی نوشته بشه این کتاب قریب تقریبا حدود 900 صفحه است الان در قطع بزرگ چاپ شده ولی روی کاغذ معمولی که نوشته شد حدود 2500 صفحه بوده دلیل این نوشتن این کتاب واقعا سرخوردگی بود که فکر می کنم من احساس می کردم از این بحث تئوریکی که در رابطه با ماهیت حکومت جمهوری اسلامی شده در عرض این چهار دهه گذشته و عمدتا بحث تئوریک بوده بر اساس وامگیری از این مدل تئوری که حالا مثلا نگاه مارکسیستی یا غیر مارکسیستی به مسائل ایران ولی آنچه که من رو دلخور میکرد وقتی که نگاه میکردم به این مباحث میدیدم که اینها هیچ پایه جدی در مطالعات امپریکال با داده ها، آمار و ارقام نیست و بنابراین حرفها خیلی حرفهای کلی است و یه مقدار کپی برداری است که به نظر من بعد از چهار دهه واقعا دورانش به سر اومده لذا قصد این بود که یک بتونیم یک مقدار شناختی بهتری پیدا بکنیم از یک نسلی که در سال 1357 به قدرت رسیدن و عمدتا برای ما ناشناخته هستند یعنی چه از لحاظ سابقه خانوادگیشون چه از لحاظ تحصیلشون سنشون چه مسیری رو طی کردند که به این مدارج بالا تر رسیدن اینها عمدتا برای ما ناشناخته است به عبارتی مثلا شما ممکنه راجع به چهار تا شخصیت مهم چیز زیادی بدونین آقای هاشمی رفسنجانی برای مثال اما اگر ازتون بپرسیم که مثلا فکر میکنین که سابقه یک, یک نفری که در ایران فرماندار شده یا یه نفر که وزیر بوده دقیقا چی هست اکثر ما پاسخ این سوال رو نمیده حالا جرقه ای که برای نوشتن این کتاب زده شد واقعا وقتی بود که یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به اسم آقای اکبر علمی مطلبی نوشته بودن مقاله نوشته بودن و گفته بودن که از اول انقلاب تا به حال حکومت جمهوری اسلامی رو واقعا 20 25 نفر اداره کردن آدمای مهم یعنی از لحاظ سیاسی سنگین وزن این, این،, این کار کردن خب و من به عنوان یه نفر که تدریس علوم سیاسی میکرد دیدم که هیچ مبنایی ندارم که من حرف آقای علمی رو یا بپذیرم یا ردش بکنم لذا تصمیم گرفتیم که آستین بالا بزنیم و با جمع آوری اطلاعات در رابطه با کسانی که بالای هرم سیاسی ایران قرار گرفتن بتونیم که ببینیم که حرف ایشون آیا درست است نیست و اطلاعات منظم بیشتری رو راجع این نخبگان سیاسی بعد از انقلاب به دست بیاریم خب این تلاش حدود 14 سال طول کشیده تا این کتاب بیرون اومده حالا هم در حال تسیی ترجمه فارسی این کتاب هستم که امیدوارم تا چند ماه دیگه اون کار هم تمام بشه به هر حال قصد اول من این بود که این اطلاعات رو جمع بکنیم و بعد بر اساسش یک کتاب تئوریک راجع به انقلاب نوشته بشه ولی با این تفاوت که این بار پا در آمار داشته باشه اما وقتی که این اطلاعات جمع آوری شد دیدیم که خود این اطلاعات یک دایره المعارف واقعا بی‌نظیری شده و حیفمون اومد که این دایره المعارف با افراد دیگه به تقسیم نشه شعر نشه و بنابراین این رو عنوان این کتاب بیرون دادیم و اگر این رو اجازه بدین باید بگم که به نظر من از این به بعد هر کسی که بخواد کار جدی در رابطه با سیاست ایران بکنه به یک شکلی به اطلاعاتی که در این کتاب جمع شده نیازمند هست و باید باید حال نمیتونین بدون رجوع از, این از کنار این بگذارین اگر نه باز همون مشکل بحث های تجریدی تئوریک تکرار خواهد شد به عبارت چون این کاری فکر میکنم یک کتاب مرجع است خب حالا دقیقا چی در این کتاب هست این سوال مهمی است ببینید این کتاب بر اساس یک بانک اطلاعاتی درست شده که وقتی اون کتاب نوشته شد شامل 2300 نفر میشد حالا که انتخابات دیگری بوده تعدادش رسیده به حدود 2500 نفر 2500 نفری که در رابطه با هر کدوم از این افراد ما حدود 45 فیلد آف اینفورمیشن راجبشون جمع کردیم یعنی اینکه فکر بکنین اگر این 2300 رو ضرب در 45 بکنین ببینین ما به یک دیتابیسی داریم صحبت میکنیم که بیش از 100 هزار دیتا پوینت درش وجود داره و تا اونجا که من اطلاعات دارم این بزرگترین بانک اطلاعاتی در رابطه با نخبگان سیاسی در تمامی خاورمیانه است یعنی در جای دیگه نداریم که به این اطلاعات جمع آوری شده باشه خب وقتی که میگم 45 تا اطلاعات مختلف راجع افراد جمع کردیم اطلاعاتی از این گونه برای مثال خب اسمشون چیه جنسیت چیه سال تولد سال وفات شهر و محل استان محل تولدشون شغل پدر چی بوده اون شغلی که سکوی پرش اینها شده قبل از اینکه به این مدارج بالا برسن دقیقا چی بوده آیا در سپاه عضو بودن آیا عضو خانواده شهدا هستند آیا در جنگ ایران و عراق شرکت کردند؟ آیا سابقه زندان قبل از انقلاب دارند، دقیقا اطلاعات تحصیلیشون چیه لیسانس فوق لیسانس دکترا هرچی که بوده چه مشاقلی رو در این چهل سال این افراد داشتن و غیره پس بنابراین میبین اطلاعات واقعا مفصلی است یا مثلا فکر کنیم برای کسانی که روحانی هستن حتی در, در بانک اطلاعاتی البته و نه در کتاب ما راجع به این هم اطلاعات جمع کردیم که اساتید اونها در مثلا حوزه علمیه قوم کی بودن با کدوم آیت الله درس خوندن و غیره خب افرادی که همجور که میدونین حال باید تصمیم گرفته میشد که چه کسانی در این بانک اطلاعاتی گنجونده بشن و چه کسانی نشن. ما تصمیم گرفتیم که بریم به بالای حرم سیاسی نگاه بکنیم یعنی چی؟ یعنی اومدیم مشاقلی رو که مثلا در قانون اساسی ایران ازشون نام برده شده مثل مثلا وزرا مثل مجلس خبرگان مثل شورای نگهبان رئیس جمهور ارز کنم معاون رئیس جمهور اینها رو رئیس ارتش، رئیس سپاه، رئیس رادیو تلویزیون اینها رو به عنوان کسانی که از لحاظ سیاسی میتونن سنگین وز باشن استفاده کردیم و کسان دیگر رو نذاشتیم برای مثال فکر کنیم که لیستی از کسانی که سفیر بودن در جمهوری اسلامی یا استاندار یا فرماندار بودن به شکل کامل وجود نداره چرا؟ چون ما میخواستیم اطلاعات چهل ساله رو جمع بکنیم و بدون شک در به خصوص در سالهای قبل از ا... اول انقلاب قبل از اینکه دوران اینترنت بشه و غیره خیلی از این اطلاعات وجود نداره و بنابراین ما مجبور شدیم که اشخاص به اصطلاح مهمتری رو در نظر بگیریم اگرچه اون سکوهای پرشی که من ازش نام بردم اکثرشون همین جور مشاغلی هستن که گفتم ما در این دیتابیس نیوردیم برای مثال یه نفر میبینین که فرماندار بوده یکی در اداره شیلات کار کرده و غیره و به این مدارج رسیدن بنابراین خیلی مهمه که شما زندگی هر کدوم از این افرادی که نگاه بکنین توجه بکنین به سالها ببینین که مثلا مدرک تحصیلیشون رو آیا همون زمانی که دارن یه شغل دولتی داشتن به دست آوردن یا نه چه شکلی از این شغل به شغل دیگه پریدن و رفتن به این سبب شده که ما افرادی که در 15 کابینه شرکت داشتند، افرادی که در 6 مجلس خبرگان بودند، در هفت شورای نگهبان بودند، در 10 مجلس بودند و 8 دوره مجمع تشخیص مصلحت رو در این بانک اطلاعاتی بگنجونیم که برابر این مالا بر همون 2300 نفر شده. خب حالا این کتاب بخش دومش یعنی حدود 500 صفحش 400 صفحش بیوگرافی این افراد هست بیوگرافی این 2300 نفر هست که خب واقعا از روی منابع مختلفی جمع شده ارز کنم از سالنامه ها از روی وبسایت افراد روزنامه ها مجلات گاهی اوقات مصاحبه هایی که تونستیم انجام بدیم و تا حد مقدور سعی کردیم که این اطلاعات رو چندین بار دبل چک بکنیم اما همجور که میدونیم متاسفانه آمار و ارقام در ایران لزوما خیلی قابل استناد نیستن و حتی مثلا یک چیز ساده مثل اینکه سال تولد یک فرد چی هست شما میتونیم که اطلاعات مختلفی بگیرید برای تا اونجا که مقدور بوده ما سعی کردیم که این اطلاعات رو دبل چک بکنیم و بذاریمشون در این کتاب به غیر از اطلاعات بیوگرافیک بخش اول کتاب که فکر میکنم به همون اندازه جالب هست برای خواننده اطلاعاتی داره که واقعا منحصر به فرد است در رابطه با ایران بعد از انقلاب برای مثال اینو خدمتون بگم که ما در این بخش اول حدود 150 جدول و نمودار آوردیم که این اطلاعات رو به شکل آسانتری برای بیننده روشن بکنیم یک کرونولوژی چهل ساله خیلی دقیق تهیه شده که اتفاقات مهم سیاسی چهل سال اخیر ایران رو بر اساس روز که اتفاق افتادن ذکر کرده یک لیستی از نهادهای تازه تاسیس بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی فکر کرد به اونها نیاز داره تهیه کردیم لیستی از تمامی افرادی که منصوب ولی فقیه هستند به دست دادیم فکر میکنم بزرگترین لیست پیوندهای خانوادگی نخبگان سیاسی رو در این کتاب ما تهیه کردیم که خیلی جالب خواهد بود برای خیلی از دوستان که ببینن پیوندهای خانوادگی یه سری خانواده های مهم ده تا خانواده مهم رو برای مثال نام آوردیم خانواده های مثل خمینی، خامنه ای، رفزنجانی، منتظری، لاریجانی، خرازی، دستخیب، خاتمی و غیره و به غیر از اون بقیه افرادی هم که یه شکلی با هم ارتباط خانوادگی دارند، دو تا برادرند دو تا پسرعمو هستن باجناق هستن هر چی که هستن اینها رو هم در کتاب لیستشون آوردیم که فکر میکنم مهم هست این این رو هم به اصطلاح در, در, نظر بگیریم به غیر از اینهایی که خدمتون ارز کردم اطلاعات کامل 36 دوره انتخابات مختلف در کتاب اومده و شناسنامه 248 گروه سیاسی قانونی در جمهوری اسلامی و 166 گروهی که غیرقانونی اعلام شدن سازمان های به ملی مذهبی و مارکسیستی که در عرض چهاردهه گذشته جمهوری اسلامی اونها رو غیر قانونی کرده و بازم مشخصات این که افراد مهم این سازمان ها کی بودن چه سالی تاسیس شد کجا چه اتفاقی براشون افتاد الان کجا هستن اینها رو میتونین در این لیست به استدا ببینید یه نکته دیگه هم که خدمت دوستان بگم اینه که ما در این کتاب برخلاف این سنت شرح حال رجال که در ایران خدمت طولانی داره به هیچ وش تلاش نکردیم که سعی بکنیم از افراد تعریف بکنیم یا اونها رو نکوهش بکنیم دو تا نکته خیلی مهم راجع به این کتاب باید خدمت دوستان بگم اول اینکه یک ما به قصد تصمیم گرفتیم که هیچ گونه حرف تئوریکی در این کتاب نزنیم چون قصدمون این بود که خود خوانندگان بتونن با تحقیق هایی که در این کتاب جمعآوری شده یا کارهایی که خودشون میخوان بکنن با استفاده از این داده ها بتونن بحث های تئوریکشون رو پیش ببرن و نکته دومی که سعی کردیم گفتم از کسی تعریف یا سرزنش نکنیم بلکه بسنده بکنیم فقط به این که بگیم فاکت هایی که راجع به این افراد هست چه فاکت هایی هستن حالا اگر اون فاکتشون مثلا آقای اکس دزدی علمی کرده مدرک علکی داشته اون رو اون ذکر شده اگر هم یه فردی موفقیت شایانی داشته در یک حوزه ای اون هم به عنوان دستاورد هر فردی مطرح شده بنابراین میخوام بگم که این کتاب با نوع کارهایی که عمدتا ما دیدیم در قبل شده مثلا آقای ابراهیم خاجه نوری کرده یا آقای مهدی بامداد انجام داده متفاوت از یا مصطفی علموتی بلکه بیشتر شبیه کاری است که خانم زهرا شجیعی در قبل از انقلاب کرد راجع به نخبگان سیاسی زمان شاه با مطالعه در مورد سناتورها و نمایندگان مجلس این کار بیشتر شبیه کار ایشون است و اتفاقا میتونه جالب باشه مقایسه قبل و بعد از انقلاب از این بابت خب اگر اجازه بدید من در این بخش برم به, سر... به سراغ 13 تا از این یافته های مهمی که فکر میکنم در این کتاب ما به دست آوردیم اونها رو خدمتتون بگم و بعدش در بخش بعدی با نشون دادن چند تا اسلاید این چیزها رو یک مقدار بهتر به فهمشون بتونیم کمک بکنیم و بعد در خدمتون هستم برای سوال و جواب از یافته ها صحبت کردم اجازه بدین از این شروع بکنیم که اگر جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هرم سیاسی در نظر بگیریم که برای مثال ولی فقیه در بالاترین جاش قرار گرفته و بعد ارزکنم شورای نگهبان و اینجور نهات ها هستند و بیایم به پایین تر مثلا برسیم به لول مجلس درسته همجور که میدونیم ایران سیستم سیاسیش بر اساس نهادهای های انتخابی و انتصابی هست آنچه که این داده ها به ما نشون میده این هست که تغییر در جمهوری اسلامی عمدتا در نهادهای غیر انتخابی ببخش در نهادهای انتخابی صورت میگیره مثل مجلس از بالاترین مثلا درصد تغییر برخوردار است ولی هر چقدر که در این هرم سیاسی ما بالا میریم میبینیم که نهادهایی که غیر انتخابی هستند از تداوم بیشتری برخوردار هستند و بنابراین تغییر آنجا به اندازه کافی صورت نمیگیره و همان چهره ها هی دارن دوباره و دوباره به این به موقعیت ها منصوب میشن حالا اینو در یکی از اسلایت ها خواهیم دید نکته دوم این که وقتی ما به جمهوری اسلامی فکر میکنیم به خصوص در خارج از کشور همه فکرشون اینه که خب این یک حکومتی که واقعا کاملا در اختیار روحانیت قرار گرفته میخوام بگم که از لحاظ سیاسی و قدرت نهادهای روحانی بله بدون شک یک چنین چیزی هست اما اگر بخوایم کل افرادی که تشکیل دهنده این نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی هستند رو نگاه بکنیم تصویر یکم متفاوت خواهد شد یعنی به عبارتی در این بانک اطلاعاتی 2300 نفری که ما جمع کردیم روحانیت تنها 629 نفر هستند یعنی یه چیزی حدود 27 درصد کل این افراد که در سطوح بالا هستند سطوح بالای سیاسی اه، اه، حدود 27 درصد هستند و بقیه افراد غیر روحانی هستن که این مشاغل رو دارن یافته سوم که فکر میکنم واقعا برای شناخت جمهوری اسلامی بسیار مهم هست این هست که اگر بخوایم ما از لحاظ این افرادی که به قدرت رسیدن رو در رابطه با جایگاه طبقاتی اونها صحبت بکنیم باید بگم که عمدتا ما با فرزندان کسانی روبرو هستیم که شغل پدرشون به اصطلاح روحانی کشاورز و تاجر کوچیکی در بازار بودن یعنی این ستا گروه اجتماعی روحانیت کشاورزان و بازاریان مهمترین خواستگاهی بوده که این نخبگان جمهوری اسلامی ازش سر برآوردن و بنابراین میشه گفت که بله از لحاظ طبقاتی اینها اخشار پایینتر جامعه بودند و برای مثال اگر ما اخشار مدرن تر رو بخوایم در نظر بگیریم مثلا فکر بکنین اخشاری مانند دکتر از کنم مهندس استاد دانشگاه اینها ما راجبه رقمی زیر دو درصد داریم صحبت میکنیم در حالی که روحانیت و کشاورزان این دوتا به طور خاص خیلی رقم بالایی است که در اسلاید خدمتون نشون خواهم داد نکته چهارم این که باید گفت که همیشه انتظار این هست که وقتی یک انقلاب میشه انقلاب بر یک حکومتی میشه که قدرت زیاد داره و شما میخواین اون رو به پایین بکشین ولی انتظار ندارین که آنچی که از انقلاب برمیآید حکومتی به مراتب قوی تر باشه و فکر میکنم با جمهوری اسلامی دقیقا این مسئله صورت گرفته یعنی انقلاب قدرت حکومت رو نه کمتر که بلکه بیشتر کرده و این هم منطقش در این هست که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک حکومت مذهبی هست نه تنها مجبور بوده بسیاری از نهادهای زمان شاه رو حفظ بکنه بلکه مجبور بوده نهادهای دیگری هم مثل همین خبرگان تشخیص مسلحت و غیره رو بهش اضافه بکنه و بنابراین دولت خیلی تنومندتر شده بروکراسی سیاسی در ایران به قول قرمی ها خیلی ماسکیلرتر شده تنومند شده و بنابراین قدرت دولت بالاتر رفته نکته پنجمی که میخوام خدمتتون بگم این است که متاسفانه این نخبگان سیاسی نخبگانی هستند که عمدتا مرد هستند یعنی به عبارتی زنان تنها سه درصد کل این 2300 نفری که در این بانک اطلاعاتی هست رو تشکیل میدن و این خوب برای همه کسانی که به مسئله برابری و آزادی جنسی و غیره علاقه مند هستند فکر میکنم بسیار مهم است که ما این چیزها رو در نظر بگیریم به عبارتی برای فرهنگ درک بهتر فرهنگ سیاسی ایران شما وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم که 55 درصد استانهای ایران تا به حال هنوز یک زن رو هم به مجلس انتخاب نکردن یا اینکه 52 درصد خانمهایی که به مجلس انتخاب شدن همه از حوزه تهران بودن و نه از شهرستان نصف این خانم ها فقط از تهران انتخاب شدن که خب میشه گفت که فرهنگ کازموپالیتن تری و در اونجا وجود داره و بنابراین نگرش ها میتونه متفاوت تر باشه حالا اینا رو بیشتر شرح خواهیم داد با کمک اسلایت ها ارز کنم نکته ششم این که وقتی نگاه میکنیم به استانهای مهمی که زادگاه نخبگان سیاسی بودن میبینیم که پنج تا استان نقشی بیش از دیگران دارن خب تهران منطقا اصفهان فارس خراسان رضوی و آذربایجان شرقی این پنج تا استانی هستند که نقش مهمی میدارن و بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم استان استانهای محروم ایران مثل ایلام، کوکیلیه و بوی رحمت و اینها که استانهای هستن که واقعا در, در کمترین سطح به اصطلاح کانتریبیوشن رو به این که uh, نخبگان سیاسی از اونجا برآمده باشن uh, دارن uh, نکته بعد در این یافته ها این هست که ما میبینیم که uh, این الیت سیاسی ایران uh, دارن پا به سن میذارن و به اصطلاح میانگین سنشون داره بالا میره و uh, خیلی اوقات uh, این بالا بودن میانگین سن واقعا در یه جاهایی مثل مجلس خبرگان بسیار بالاست میدونین در ایران یه جوکی هست میگن میانگین سن مجلس خبرگان چیست پاسخ اینه که متوفا یعنی اینکه واقعا همه لب گور هستن از لحاظ سن برای ما نشون خواهم داد در اصولت که چه شکلی این میانگین سن بالا رفته و از طرف دیگه میبینیم درصد کسانی که در قبل از انقلاب زندان رفته بودن و بنابراین مثلا انقلابی بودن به شکل جدی بسیار پایین تر اومده در این چه سالی که ما گذاشتیم که خب اینم منطقی است نسلای جدید تری که مثلا فکر کنین الان به مجلس رفتن یا به کابینه آقای روحانی رفتن در زمان انقلاب زیر 20 سال بودن و بنابراین انتظار زندان رفتن از اونها نباید داشت. نکته بعد که میخوام خدمتتون بکنم ارز کنم این است که وقتی ما به این داده ها نگاه میکنیم میبینیم که حضور افرادی که سابقه عضویت در سپاه پاسداران داشتن تقریبا در تمامی مشاکل سیاسی بعد از انقلاب بالا رفته. یعنی اینها تنها به مجلس و یا کابینه نرفتن حتی در یک جاهایی مثل مجلس خبرگان که شما انتظار ندارین به خاطر اینکه روحانیت قرار باشه افرادی با پیشینه سپاهی باشن ولی میبینیم که بله روحانیاتی هم بودن به خصوص نسل جوانتر که دو زمانی رو هم در سپاه گذروندن و بنابراین حتی در این نوع حوزه ها هم تعداد اونها داره بالا میره این چرا مهم است به حال نگاه امنیتی که افرادی که سابقه سپاه دارن مهم است و اینکه به چه شکلی با دنیای خارج خودشون ارتباط برقرار میکنن نکته بعد که میخوام خدمتتون بگم این است که این نخبگان سیاسی وقتی به تحصیلاتشون نگاه می میبینیم که عمدتا تحصیل کرده ای ایران هستند و نه خارج از کشور حالا شاید مثلا آقای ظریف چون در چشم هست همه فکر میکنن که این کسانی که در مدارج بالا هستن بیشتر تحصیل کرده خارج هستن ولی واقعیت چنین نیست وقتی نگاه میکنیم عمدتا تحصیل کرده ایران هستن دانشگاه تهران حوزه علمیه قوم و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی که نقش بسیار مهمی پیدا میکنه در رابطه با تحصیلات اینم خدمتتون بگم اگر در قبل از انقلاب و یا اوایل انقلاب خیلی رسم بود که اکثر این افراد از پیشنه مهندسی بیان حالا یک تغییری به نظر میاد صورت گرفته و به خاطر شاید آسانی و تسهیل امر تحصیلات برای این نخبگان میبینیم خیلی هاشون رفتن به طرف رشته های مانند مدیریت دولتی یا public administration یا علوم سیاسی روابط بین الملل و خلاصه غلزت مهندس ها در این نخبگان سیاسی ایران نسبت به گذشته کمتر شده نکته بعد این هست که جمهوری اسلامی به نظر من موفق بوده در این که تونسته یک بروکراسی گسترده ای ایجاد بکنه و امروزه یارگیری که میکنه برای اینکه این نخبگان از کجا میان اون سکوی پرشی که خدمتتون می گفتم میبینیم که همه اینها عمدتا راهشون رو از درون این بروکراسی عریض و طویلی که جمهوری اسلامی تونسته ایجاد بکنه دارن به دست میارن و بنابراین خیلی مهمه که این حرفی که به اسطلاح خودی و غیر خودی در فرهنگ جمهوری اسلامی هست ببینین که از امپیریکال چه شکلی این مسئله صورت گرفته صحبت از خودی و غیر خودی شد این رو هم در یکی از اسلایت ها خدمت و نشون خواهم داد که از این نخبگان سیاسی یک درصدشون هست تنها یک درصد افرادی هستند که بیش از ده شغل مهم سیاسی رو دارا بودن و بنابراین میبینین که مثلا تعداد زیادی هستن که یک دوره اومدن در مجلس شرکت کردن و رفتن از مدار خارج شدن ولی یک سری افراد سنگین وزن سیاسی هستن که وقتی به اون اسلاید برسیم و اسامی رو ببینین همهشون اسامی است که دوستان باشون آشنا هستن برای میتونین بفهمین که افراد مهم جمهوری اسلامی کیا هستن نکته دوازدهم این بود که همون پیونت های خانوادگی که خدمتتون گفتم به نظر من مهم هست وقتی اونها رو درک میکنین یک سری از موزگیری های این نخبگان مثلا فکر کنین در مذاکرات مجلس تعجب میکنین که چرا آقای ایکس مثلا که فلان موزه رو میگیره بعد که به پیونده خانوادگیش نگاه میکنین میبینین چه با سخنران چه با سخنگوی مجلس میبینین که خب خیلی مسائل میتونه مشخص بشه و نکته آخر هم این که همونجوری که گفتم یه بخش دیگر کتاب که امروز من امروز فکر نمی کنم وقت خواهیم کرد من به مسئله شرکت در انتخابات و رفتار انتخاباتی مردم در ایران بپردازم ولی اسلایداش هست اگر رسیدیم بهتون نشون میدم و اونم نشون میده که روحانیت هرچه بیشتر و بیشتر در, در انتخابات کمتر موفق میشه یعنی موفقیت روحانیت در انتخابات در عرض این چل سال به تدریج پایین رفته و اونها ترجیح دادن به جای اینکه به مشاغل انتخابی بپردازن برن سراغ مشاغلی که انتصابی هست و بنابراین مدت زمانی که میتونن در اون مشاغل باشن خیلی بالاتر است خب اگر اجازه بدین حالا ما بتونیم بریم به طرف اسلایت ها من... اگر دوستان این اجازه رو به من بدن ممنون میشم بله بله بل. این ام. خواستم با این ام. شکل استرا شروع بکنیم که اینو خدمتون بگم که چقدر واقعا شناخت جمهوری اسلامی امر مشکلی هست یعنی اینکه شما ببینین در این گرافیک جلتون هست در پایینش میبینین که ما مشخص کردیم که نوع شغل مثلا چه شکلی است آیا یک فرد منتسب هست یا انتخاب شده و غیره و میبینیم که در آنچه که جلب توجه میکنه نقشی هست که ولی فقیه در مرکز این دایره داره و ببینید چقدر از این فلش ها یا به ایشون خط میشن یا از اینشون منشعب میشن و بنابراین بیانی هست از اینکه چقدر قدرت ولی فقید در ایران بالاتر است ولی مثلا یه نفر مثل رئیس جمهور ببینید در کجا قرار میگیره به حال وقتی گفتیم که دولت تنومند شده و ماسکیلار شده ببین اینها همه یک سری از نهادهایی هستند که برای مثال این تشخیص مسلحتی که در اینجا قرار گرفته های جدید نمایندگان رهبر امام جمعه ها ارز کنم که بنیاد ها و غیره که وجود دارن نماینده های رهبر در استان های مختلف صدا و سیما سپاه پاسداران و غیره و غیره و بعضی دیگه هم که خب منطقی است چیزهایی که از گذشته بوده قوه قضاییه بوده پارلمان بوده کابینه بوده ارز کنم و مشاقلی این شکلی برای این یک برای این بود که تصویری داشته باشین از اینکه جمهوری اسلامی چقدر واقعا درک کردن این پیونت ها مشکل همونجا که دوستان گفتن در کتاب فست ها بر اساس هر کدوم از این نهادها ها بنا شده و برابری شما مثلا میخواین برین به بخش شورای نگهبان یا خبرگان میتونین قشنگ بخونین ببینین در اونجا چی درد شده ارز کنم که خب من از این صحبت کردم که تغییر در جمهوری اسلامی در پایین قرار میگیره ببینید این ریت اینکامبنسی ریت هست برای اینکه افراد مثلا از یک دوره به دوره بعد آیا انتخاب میشن یا نه برای تشخیص مسلحت که میبینین میانگینش بوده 70 درصد به عنوان یک نهاد انتصابی ارز کنم که یا بیاین اینجا رو نگاه بکنیم این شورای نگهبان هست درسته هفت دوره شورای نگهبان میبینین که میانگین اینجا 73 درصد هست ولی حالا بیایم اینو مقایسه بکنیم با مجلس میبینین میانگین مجلس 32 درصد هست درسته یعنی اینکه پایین ترین درصد تو پایین ترین میانگین میانگین مجلس است یعنی چی یعنی اینکه مردم این تواناییشون عمدتا در این هست که نماینده مجلسشون رو عوض بکنن البته دلایل دیگری هم برای پایین بودن این رقم وجود داره مثل اینکه شورای نگهبان میتونه کاندیده ها رو رد صلاحیت بکنه و حتی بهشون هم توضیح نده که چرا اونها رد صلاحیت شدن یا مردم بهشون رد ندن یا خودشون نخوان شرکت میکنن ولی ببینین در نهادهایی که انتصابی است به خصوص این دوتا رقم بالای 70 درصد است در کابینه ها که تغییر میکنه میانگین میشه 43 درصد و در مجلس خبرگان میشه 52 درصد خب مجلس خبرگان هم انتخابیه بنابراین میشه گفت که اون هم پایین تر از حدود 20 درصد پایین تر از نهادهای های انتصابی است اما چون اشخاصی که انتخاب بشن باید افراد روحانی باشن و اون تعداد افرادی که داوطلب هستن یا دارای شرایط هستن کم هست ما میبینیم که رقم به حوزه همین 52 درصد میمونیم خب حالا به این شکل بیایم نگاه بکنیم برگردیم به همون حرفی که گفتم مبنای این تحقیق شد حرف آقای اکبر علمی راجع به اینکه یه سری افراد مهم جمهوری اسلامی رو گذروندن ببینیم به این رقم اول نگاه بکنیم 1340 نفر یعنی 58 درصد کل این نخبگانی که ما مطالعه کردیم تنها یک شغل در جمهوری اسلامی داشتن اونم عمدتا نماینده مجلس بوده یا مشاغلی یا مانند اون و بعد از بازی بیرون رفتن حالا بیاین اینجا میبینیم که ولی مثلا پنج نفر هستن که 17 تا شغل داشتن یا مثلا یک نفر هست که 14 تا شغل داشته خب حالا اگه ما بخوایم بیایم مثلا خط قرمز رو اینجا بکشیم بگیم که کسانی که 10 شغل یا با... بیشتر داشتن در جمهوری اسلامی افراد سنگین وزن سیاسی حساب میشن ببینیم بله یک درصد هستن که این ده رو داشتن اگر بخوایم رقم رو بالاتر ببرید مثلا بگین که خب از 5 تا شروع بکنیم درسته میبینیم مثلا ما به حدود کلنگ کمتر از دویستا افراد میرسیم بنابراین میخوام بگم که درسته افرادی که بالای حرم سیاسی در جمهوری اسلامی هستند واقعا افراد محدودی هستند و وقتی حالا گفتم اسامیشون هم خدمتتون عرض میکنم میبینید ولی افرادی که میشه انتظار داشت دیگه آقای رفسنجانی آقای حسن حبیبی و امثالهم خب ببینین صحبت بحث طبقاتی شد همونجور که میدونیم متاسفانه در ایران خانم ها عمدتا در بازار کار نقش پایینی دارن یعنی قبل از انقلاب میانگین مشارکت زنان در بازار کار 15 درصد در بود متاسفانه بعد از انقلاب هم با وجود اینکه سطح تحصیلات خانم ها خیلی بالا رفته ولی کماکان سهم خانم ها از بازار کار همان 15 16 درصد باقی مونده خب بنابراین ما بر اساس و با در نظر گرفتن اینکه این افرادی که در این بانک اطلاعاتی ما هستن همه تقریبا قبل از انقلاب به دنیا اومدن اومدیم این کاری کردیم اومدیم شغل پدر رو به عنوان یک میتریکسی برای جایگاه طبقاتی افراد در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن اینکه خب مادرهای این افراد عمدتاً لزوما نقش زیادی در بازار کار نداشتن و بعد ببینید مثلا این یک جلوه ای هست از کسانی که اولین مجلس نماینده مجلس شدن و اگر این رقم هم میبینین 327 اینجا اشتباه نیست درست مجلس قرار بود 270 تا باشه بعد 290 تا ولی این به خاطر اون انفجاری که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و افراد زیادی رو نماینده مجلس کشته شدن و بنابراین در انتخابات میان دوره ای افراد دیگری وارد شدن تعداد رو به کلا به 327 نفر میرسونه خب وقتی به اینها نگاه میکنیم ببینیم به سابقه شغل پدرها نگاه بکنیم 28 درصد فرزندان روحانیت هستند 23 درصد فرزندان کشاورزان هستند و تاجرین بازار بقال و این شکلی برای مثال 15 درصد کارگر 6 درصد و ببینید اینجا کارمند دولت میشه 4 درصد یعنی یه رقمیه این مشاغل مدرن تری که خدمت گفتم 2 درصد برای 21 درصد هم ما هنوز اطلاعات نداریم خب حالا این هم اگر این 21 درصد هم ما اگر تقسیم بکنیم به شکل برابر بین اینها میتونین ببینین که بیش از به اصطلاح یه چیزی حدود نزدیک 70 درصد این افراد بعد از انقلاب از این نوع جایگاه طبقاتی بیرون اومدن که فکر میکنم نکته مهمی است. استایل بعد راجع به خانم ها هست ببینین اینجا خط بنفش رنگ میزان کاندیداهای زن رو در انتخابات مختلف مجلس نشون میده و خط نارنجی بیانگر کسانی که انتخاب شدن و همینجور که میتونیم ببینیم در حد اکثر ما مثلا چیزی حدود پنج و یک درصد از خانم نماینده مجلس انتخاب شدن و از لحاظ کاندید شدن هم بالاترین رقم مثلا حدود 10 درصد بوده و, و نه بیشتر بنابراین از میشه گفت که عمدتا در این سالهای آخر برای مثال تقریبا نصف خانم هایی که در خودشون رو کاندید میکنن میتونن انتخاب بشن در حوزه مختلف این هم شاید برای دوستان جالب باشه راجع به خانم ها که داریم صحبت میکنیم همجه گفتم سه درصد کل نخبگان هستند در حوزه مانند تشخیص مسلحت یا شورای نگهبان تا به حال هیچ خانمی وجود نداشته در مجلس خبرگان قانون اساسی یعنی در دوره اول خانمی به اسم منیره گرجی بودن ولی بعد از اون دیگه در مجلس خبرگان هم خانم ها رو بهشون اجازه ندادند. ما تنها از دویست و نفری که در این چهل سال وزیر شدن در ایران تنها یک وزیر زن داشتیم خانم مرزیه وحید دستجردی که ایشون در کابینه آقای احمدی نژاد بود و متاسفانه قبل از اینکه ترمشون هم تمام بشه احمدی نژاد ایشون رو اخراج کردن اما وقتی به این رقم آخر میرسیم شاید جالب باشه که ببینید تقریبا حدود 20 درصد کسانی که در ایران معاون رئیس جمهور شدن خانم ها هستن چرا این رقم بالاست نسبت به بقیه رقم ها که صفر هست به این خاطر است که چون رئیس جمهور میدونه ام، کسانی که معاون رئیس جمهور بشن احتیاج به تاییدیه مجلس وجود نداره نباید رای بدن یا اینکه مثلا شورای نگهبان رد صلاحیت بکنه و غیره جاهایی که رئیس جمهور میخواد زنها رو به دخیل بکنه در فعالیت سیاسی شغلای این شکلی بشون مثل مثلا فکر کنید خانم معصومه ابتکار که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست یا مثلا رئیس سازمان زنان و غیره میشه خب اگر همونجور که گفتم راجع به استانها ببینید اگر به استانها نگاه بکنین این گراف یه تصویری به شما میده که چه درصدی از کدوم استان انتخاب شدن البته اراق هم در اینجا هست و این هم اشتباه نیست به خاطر اینکه یه سری از این نخبگان سیاسی هم که میدونیم مثل برادران لاریجانی زاده اراق هستن اونجا پدراشون عمدتا به عنوان روحانیت فعالیت میکنن اما همجور که گفتم اینجا نگاه بکنین ببینین استانهایی مثل کوکیلی بوی رحمت خرمزگان بوشهر خراسان جنوبی ایلام یا خراسان شمالی این در این پایین ها هستند و اونهایی که انتظار دارین تهران، اسفهان، فارس، خراسان رضوی آذربایجان شرقی بالا البته ایدو برای دوستانی که آمار کار میکنن و بگم که ما اینا نرمالایز نکردیم بر اساس سایز و استان به خاطر اینکه به حال داشتیم چل سال رو نگاه میکردیم بنابراین میشه شک و شبه در میزان صحت این آمار به خاطر اینکه نرمالایز نشده اوورد ولی به حال به عنوان یک شمای کلی خواستم خدمت دوستان اینو عرض بکنم این هم همینجور که میبینین مثلا تا استان بالا و تا استان پایین برای کل کسانی که مثلا در کابینه ها بودن بازم نگاه بکنین ببینین مثلا البرز بوشهر ایلام کوکیلیه تا ور حتی یک وزیر هم اه اه ندادن بیرون یا سیستان و بلوچستان تنها یک وزیر دوده ولی مثلا سهم جاهایی مثل تهران و عرض کنم 27 درصد اسفحان 14 درصد یا فارس 6 درصد و غیره که نشون از اهمیت این استان ها میده در سیاست ایران به خصوص اسفحان. حالا اگه لازم شد بیشتر راجب اون صحبت میکنم ولی فکر میکنم بعد از تهران اسفحان واقعا مهمترین استان سیاسی ایران بوده بله خب ببینین صحبت از سن کردم اینم باز به عنوان یک نمونه کسانی که وزیر بودن در عرض این چهل سال رو در نظر بگیرین و میانگین سن رو ببینین برای مثال میانگین سن دولت آقای مهندس بازرگان 52 بود بعد شروع کرد پایین رفتن همجور که میبینین دوران آقای رجایی با هنر مهدوی کنی مهندس موسوی اینا میانگین سن وزرا 38 رسید بعد ببینید شروع شد دوباره چه شکلی به بالا رفتن که امروزه در دولت آقای روحانی این حرفی که دوستان میگن که این پیرترین کابینه بعد از انقلاب هست درست هست چون همونجوری گفتم و شونزده نفر بیشتر وزیر نشدن در این چل سال و خب سالها داره میگذره همه ما داریم سنمون بالا میره و این افرادی که هی، مجددا به این کابین ها میان میبینین که میانگین سنشون بالا است یا مثلا اینجا رو نگاه بکنین کابینه ی آقای روحانی اینها در زمان که انقلاب رخ داد میانگین سنشون 20 سال بوده در حالی که مثلا میانگین سن کابینه مهندس بازرگان در مقطع انقلاب 52 سال بود و در حال آدم با تجربه دار تری بودن در اون, در مقطع بدون شک این هم مثلا سن باز دو تا نهاد دیگه است اینجا شورای نگهبان و اینجا تشخیص مسئله باستان ببینید چه اتفاقی افته میانگین سن از پنجاه شروع میکنه به بالا رفتن به 66 میرسه و شیش می میانگین سن تشخیص مسئله هم از 55 رفته و امروزه به 68 رسیده خب حالا شما این دو تا رقم ها رو کنار هم بگذاریم و بعد این سوال مطرح میشه که برای یک جامعه ای که نسل جوانی داره چقدر این افرادی که با سن بالا هستن واقعا قابلیت درک مسائل جوانان رو و دنیای مدرن رو به اصطلاح دارن یا نه یکی دیگه از چیزهایی که خدمتون گفتم مسئله تجربه زندان رفتن یا نبودن نرفتن بود دیگه این هم این مسئله رو نشون میده ببینین اینجا برای مثال کسانی هستند که در مجلس خبرگان و یا در نمایندگان مجلس که سابقه زندان قبل از انقلاب دارن ببینین اتفاق چی میفته در دوره اول مجلس خبرگان 43 درصد این افراد زندان رفته بودن امروز این رقم رسیده به 23 درصد درسته یعنی نسل دیگری داره میاد یا این هم جالب است ببینین نمایندگان مجلس اولین مجلس بعد از انقلاب 27 درصدشون سابقه زندان رفتن داشتن امروزه این مجلس فعلی دو درصد هستن بنابراین اوضاع واقعا کاملا متفاوت شده یعنی یک تغییر نسلی صورت گرفته از اینکه چه کسانی اومدن سر کار به تدریج این اسلاید هم شاید برای دوستان جالب باشه در اینجا اومدیم در هر کابینه کسانی که روحانی هستند رو با رنگ نارنجی و کسانی که سابقه سپاه پاسداران دارن رو با رنگ بنفش نشون دادیم و ببینیم که این بنفش ها که یعنی به اصطلاح سپاه هستند چقدر در این دوره های اخیر تعدادشون بالا رفته و چقدر مقدار در روحانیت پایین تر هستن و اینم منطقی هست که ببینید در این دوره ها جنگ ایران و عراق تمام میشه و بنابراین کسانی که سابقه سپاه و جنگ داشتن شروع میکنن و میان به به شغل هایی مثل وزیر رسیدن و در دوره مثلا آقای احمدی نژاد ما شاهد بالاترین میزان کسانی بودیم که وزرایی بودیم که سابقه سپاه داشتن این هم شاید برای دوستان جالب باشه روحانیت وقتی گفتم که در انتخابات نمیبرن و بازنده میشن این هم شاید جالبه ببینین این مجلس اول بعد از انقلاب هست 52 درصد در مجلس دوم 56 درصده کل نمایندگان روحانی بودن در این مجلس دهم ده که چند ماه پیش دورش تمام شد رو نگاه میکنین تنها 6 درصد روحانی بودن یعنی ما از 56 درصد اومدیم به 6 درصد درسته یک ده... کاهش 50 درصدی شده حالا این یه بخشش بیان این است که شاید مردم به روحانیت به عنوان نمایندهشون رای نمیدن روحانیت کمتر شرکت میکنن در انتخابات نسبت به دوره های اول انقلاب چون همونجوری گفتم شاید مشاقل انتصابی برای اونها آ... 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 راه منطقی تری باشه تا اینکه بخوان کلاهشون رو بندازن در بازار رقابت انتخاباتی و بعد ببازن در انتخابات خب از افرادی گفتیم که سنگین وزن سیاسی هستند این اسلایدی است که شاید یه سری از اون افراد رو بشن معرفی کرد ببینید مثلا آقای حسن حبیبی با 18 تا شغل رکورددار بودن در جمهوری اسلامی تا اینکه فوت کردند آقای رفسنجانی 17 تا شغل جنتی 17 تا محمدی موحدی کرمانی همینطور حسن روحانی نمیدونم دوری نجف آبادی امامی کاشانی مجید انصاری غلام آقازاده و غیره خب شما به این لیست که نگاه میکنید اینجا ما مشخص کردیم کدوماشون روحانی بودن کدوماشون نبودن میبینیم که هر دو هستن میتونن چه روحانی باشن یا نباشن و درشون هم به اصطلاح اصولگرا هست هم رفرمیست آقای ارز کنم که مثلا آقای مجید انصاری یا آقای مثلا حسن روحانی یا نامدار زنگنه اینها کسایی اصلاق... هستن که بیشتر با جناه بسطلا اصلاح طرف معرفی میشن تا کسانی دیگری مثل مثلا دوری نجف آبادی برای من اینجا میرسیم به حوزه اماره ارقام انتخاباتی که من اگر وقت بود میتونم بعد, بعد بیام خدمتتون چیزایی بگم ولی اجازه بدین برای حسن ختام رو هم خدمتتون بگم که یک سری از این اطلاعاتی که من ازش صحبت کردم من به همراه یک همکارم یک سایتی درست کردیم به اسم ایران دیتا پورتال که اگر دوستان بهش مراجعه بکنن میبینن که اونجا اطلاعات خیلی جالبی در همین ردیف سمت چپی که اینجا هست میتونین ببینین مثلا فکر کنین قوانین مختلفی رو ما ترجمه کردیم گذاشتیم سالنامه های آماری اطلاعات آماریشون اومده در اونجا و این هم درست مثل همین پروژه این کتاب بیشتر بیانی از یک ارز کنم که آمار و ارقام و فاکت هاست تا اینکه اظهار نظر باشه برای کسانی که به این نوع داده ها اطلاعات دارن من با اجازهتون با این حرف بحث رو تمام میکنم و اون اینکه این کتاب به نظر من یک مواد خامی رو تهیه کرده که برای سایر محققین علوم اجتماعی جامعه شناس باشن علوم سیاسی کار بکنن هرچی مردم شناسی میتونه واقعا حوزه های خیلی اطلاعات خیلی جالبی باشه که اونها رو به صورت بخوان استفاده بکنن برای مثال صحبت کردم از اینکه نصف بیش از نصفی از استانهای ایران خانم ها را انتخاب نکردن درسته خب حالا شما میتونین بر اساس این اطلاعاتی که ما در اینجا گردآوری کردیم بیان نگاه بکنیم ببینیم کدوم حوزه های انتخاباتی بودن که در اونها مثلا بیشترین خانم ها انتخاب شدن یا بیشترین روحانیت انتخاب شدن و کجاها بودن که نشدن این توسعه نابرابر در ایران رو بخوایم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم میتونیم نگاه بکنیم به اینکه سطح توسعه اقتصادی استانهای ایران و اینکه چه نوع تعدادی به اصطلاح افراد دادن که در این مشاغل بالا رو به دست گرفتن یا مثلا علاقمند هستیم که ببینین که آیا وزرا واقعا شغلی که گرفتن همخان بوده با تحصیلاتشون یا نه درسته خب حالا ما خوشبختانه این اطلاعات رو اینجا گردآوری کردیم شما خیلی راحت میتونین ببینین که مثلا این دویس و نفری که وزیر شدن تا چه حد یه نفر که مثلا وزیر نفت شده یا وزیر فرهنگ شده اون سابقهش با تحصیلاتش برای مثال میخونه یا برای مثال شما میتونین به از به فرهنگ اجتماعی علاقه مندین میتونین به اسامی این افراد نگاه بکنین ببینین چقدر چه تعدادی از این اسامی اسامی اسلامی هستن محمد و علی و غیره تا اسامی مثلا غیر, غیر اسلامی یا ما قبل اسلام ما هستن اینها همه حوزه هایی هستند که میشه در این رابطه با این یافته ها باشن جلو رفت من گاهی اوقات به شوخی و جدی میگم که مواد خام برای چند رساله دکترا یا چند تا مقاله واقعا خیلی خوبه راجع به سیاست ایران همه در این بانک اطلاعاتی نهفته است که حالا امیدوارم یک زمانی برسه ما بتونیم این داده ها رو به بیشتر روی اینترنت و غیره با دوستان در میون بذاریم که بتونن استفاده بهتری بکنن از این چیز. خب من درست یک ساعت صحبت کردم بنابراین اجازه بدین اینجا استاپ بکنم و به سوالات دوستان هر آنچه که هست پاسخ بدم